سلام، با درود به همه شما عزیزان. با یکی دیگر از برنامه‌های رهایی در کنار شما هستیم. من دکتر فرجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده، در کنار جناب دکتر ایرج شمسیان، روان درمانگر و مشاور اعتیاد. سلام. من هم سلام میکنم دکتر فرجان زینی عزیز. افتخار میکنم که همه جا میگم من و فرجان فقط همکار نیستیم، ما دوست و رفیقم هستیم و واقعا ممنونم از دوستی، از رفاقت این همه سالها و خیلی چیزها رو من از تو یاد گرفتم. از من خیلی وقتا میخوان یک روانشناس معرفی بکنم، من میشه اون اولین کسی که معرفی میکنم واقعا فرجان جان تو هستی. بهت اعتقاد دارم، در زمینه اعتیاد هم واقعا بهت اعتقاد دارم و میدونم که چقدر خوبی. خوشحالم که ما با هم یه گفتگوی هر هفته داریم. خیلی ممنونم از لطفتون و همین برای منم هست و میدونم که یکی از کسانی هستین که در مورد اعتیاد مخصوصا و خب موارد زناشویی و ارتباطاتی که به وجود میاد آدم ها با خودشون و موارد فامیل چقدر با عشق و مهر و دانش اشخاص زیادی بودن که در کنار شما که دیدم در جاهای دیگه نتونستن به هیچ عنوان به اون سلامت روحیشون برسن، در کنار شما به اون سلامت روحی رسیدن. و بزرگتر از هر چیزی این مهره که آدم ها رو نگه میداره و به سلامت میرسونه. دکتر شمسیان، یکی از چون میدونم که شما گروه های خانوادگی هم زیاد داشتید و آدم ها خیلی یاد گرفتن از شما تو این گروه های خانوادگی، حتی کسانی که الزاماً فرزندانشون آنچنان توی فضای اعتیاد نبودن ولی به من گفته بودن که میان توی این گروه های خانوادگی شما و خیلی یاد میگیرن و در نتیجه نشون میده که چقدر کمک میکنه وقتی که یک نفری در خانوادهش اعتیاد هست، وقتی که اون رابطه ها رو سالم میکنه، یعنی نگاه میکنه به اینی که من رابطه‌ای که بین فرزند همسر هستش که چجوری اونها رو سالم بکنم و رابطه‌ای که کلن در برخورد با مسائل دارم توی فضای خانواده، وقتی که بچه های من دارن رشد میکنن چقدر تأثیر گذاره روی اینه که اون فرزند من که داره بزرگ میشه بتونه اون حس خودش رو، وجود خودش رو، احترام به خودش رو، ارزش به خودش رو نگه داره، حتی اگه ممکنه که داره مواردی رو تست میکنه و داره از تست کردنش یاد میگیره یا اشتباه میکنه و بعد از اشتباه کردنش یاد میگیره. پدر و مادر خیلی میتونن این فضا رو به وجود بیارن که اون فرزند احساساتش رو تجربه کنه، اعتماد به نفسش بالا یا پایین بره، اون افکاری رو که تو ذهنش هست که داره باتون میزنه تو سر خودش و داغون میکنه خودش، یا اینی که مهر داشته باشه به خودش حتی اگر اشتباه بکنه رو بسازن براش. و این نوع رابطه ساختن شاید مهمترین قسمتیه که اشخاص میتونن بهش نگاه کنن وقتی که میبینن که یک نفری در زندگیشون هست که داره به طرف صدا خفه کنی میره، مثل حالا الکل یا مواد مخدر. کاملا موافقم. ببینین، وقتی روابط درست باشه، سالم باشه، بتونیم راجع به هر چیزی با هم حرف بزنیم، بتونیم تحمل بکنیم یه کسی یه ذره اشتباه میره یا راه کج میره، بعد بتونیم با عشق و با محبت و دانش بتونیم کمکش بکنیم، بتونیم روی مسیری قرار بگیریم. یه چیزهایی که شاید دوران جوانی من راحت تر بود، امروز زندگی به نوعی راحت تر شده، به نوعی هم سخت تر شده. یه سری کارهایی که قدیم ها همینطور اتفاق می افتاد، این روزها آدم دانش میخواد. قدیم یه سری کارا رو امروز، درسته که حالا تلفن دستی کمک میکنه به ما، قدیم یه تلفن بود، شما برمیداشتید چند تا شماره رو میگرفتید، تلفن زنگ میزد. الان یاد گرفتن کار کردن با تلفن ها خب کار آسونی نیست، یعنی وقت میخواد با کامپیوتر، با تلفن یا خیلی چیزهای دیگه. قدیم یه زمانی بچه ها هر آن کس که دندان دهد نان دهد، بچه ها با هم بزرگ می شدن، تو هم بزرگ می شدن. امروز واقعا اینطور نیست، امروز بزرگ کردن بچه ها خیلی سخت. امروز ما هیچ کدوم از ماها توسط پدر مادری که 100% می دونستن دارن چیکار می کنن بزرگ نشد، لااقل اکثریت بر توسط آدم های معمولی بزرگ شدیم، خوب و بدی های خودشون رو داشتن،
پر از عشق و محبت هم بودن معمولا، ولی خب لزوما این نیست که ما دیگه آماده ایم و میخوایم که بچه بزنیم. خیلی وقتا شما میبینید پدر مادرها لطمه هایی که خودشون از پدر مادرشون دیدن، کمبودها یا نگرانی ها، پیش خودشون میگن من اینجوری نمیشم، من برعکسش میشم، و بعد فکر میکنن دیگه همینه دیگه، بچه این پدر مادر سختگیر بودن، اینا سختگیر نیستن، پدر مادر خسیس بودن، اینا خسیس نیستن، پدر مادر خیلی کنترلینگ بودن، اینا نیستن، و انتظار دارن که وقتی من دیگه مثل اونا نیستم پس دیگه من پدر یا مادر خوبیم. ببینین انسان خوبی بودن متفاوته با پدر و مادر خوبی بودن. به خود من شاید از 100 تا مراجعه یکیشون بگم آدمای خوبی نبودن، ما آدمای خوبی هست، ولی خب به عنوان پدر یا مادر انسانهای خوب، انسانهای شریف، آدمهای همه چیز، ولی بعضی ها نمیدونستن چجوری پدری کنن، نمیدونستن چجوری مادری بکنن. بنابراین امروزه اگر تصمیم داریم که ازدواج کنیم، خانواده تشکیل بدیم، فامیل تشکیل بدیم، امروزه آسون نیست بچه بزرگ کردن. امروز بچگی آسون نیست، امروز نوجوانی آسون نیست، تینیجر بودن، خیلی زمان ما تینیجر بودن یعنی همجوری بزرگ میشد، دوران حماقت و بیخیالی بود، کار سختی نبود زمان من تینیجر بودن. امروز تینیجرها کارشون سخته، امروز سخته که شما به خاطر وسایل ارتباط جمعی، رقابت ها و داستان ها و همه اینایی که هست، با امکاناتی که وجود داره، خب سخته. بچه ها کمک میخوان، بچه ها آگاهی دانش پدر مادر میخوان. اینه که اگه ما دوست داریم بچه‌مونو کافی نیست، عشق تنها کافی نیست، دانش هم کنارش لازمه، چه چیزهای خوبه، چی بده، چی بهتر کار میکنه، چی بهتر کار نمیکنه. حالا شما گفتی لطف کردی که گروه های خانوادگی، واقعا مهمترین اتفاقی که میفته توی این گروه های خانوادگی پدر مادرها میبینن که نه، بقیه هم آدم های خوبی هست، اشتباهات همدیگه رو میبینن، بعد من هم ممکن اشتباه کرده باشم ولی آخر دنیا نشده، من اگه یه ذره تنظیم بکنم و روابط درست کنم میتونم به عزیزانم خدمت کنم. بنابراین امروزه ما باید حواسمون باشه که خب بچه ها بزرگ میشن، بچه ها هزار و یه راه جلوشونه، دنیا بزرگ شده، و ما مهمترینش دوباره داشتن روابط سالم با فرزندانمون بزرگ میشن که بتونیم باهاشون یه راهنمای بهتری براشون باشیم، پدر مادر بهتری باشیم. اینه که داشتن رابطه سالم درون خانواده، شما خیلی وقتا میبینی افراد خانواده همه یه جوری ناراحتن، یکی که یه کار خلاف میکنه به به یه بهانه میده به بقیه، انگشتا میره به طرفمون، تمام مصیبت ما توی تو، ما رو بیچاره کردی تو. نه، اگه یک عضو خانواده میتونه 5 نفر آدم رو زندگیشون زیر و رو کنه و خراب کنه، تقصیر بقیه هم هست. اجازه ندین، اجازه ندین یک نفر، و احتمالاً یه سری مسائل و مشکلاتی هم بوده که یکی یه دفعه اینجوری شده. با هم دیگه ما مشکل داریم، نه که این آدم مشکل، پرویز مشکل داره یا شراره مشکل داره، نه، ما به عنوان یک افراد خانواده، افراد فامیل، ما مشکل داریم، ما کمک میخوام. این دید به ما همیشه کمک میکنه، و اینکه اجازه ندیم یک ذره خلاف رفتن یک عضو خانواده باعث بشه که ما به کلی دیگه همه چیزو خراب بکنیم، بشکنیم، نابود بکنیم. ما باید اجازه بدیم که آدم ها اشتباه میکنن، با عشق و علاقه و دانش و محبت راهنماییشون کنیم، بیاریمشون توی دنیای بهتری. من بعضی وقتا خیلی حرف میزنم، من تو رو خدا میگم جلومو بشید، حرفای شیرین میزنید، خوبه، در حالی چقدر ذوق میکنم که گوش بدن. یکی از مواردی که اتفاقا دفعه پیش هم توی مبحث شما صحبت کردیم و دوست دارم که الان هم صحبت بکنین و این توی خود ارتباطات خودشو نشون میده، این تفکیکیه که بین مدل فکر کردن و احساس و رفتار ما پیش میاد، که اتفاقا توی مدلی که من ابدا کردم awareness integration model خیلی توی این فضا میریم و این ستا رو با هم دیگه تفکیک میکنیم و بعد تاثیر اینها و گفتمانی که به وجود میاد بین خانواده ها و بعد خود اون شخص معتاد
اینه که خیلی موقع ها اون آدم ها متوجه نیستن که افکارشون داره احساساتشون رو برانگیخته میکنه یا احساساتشون افکارشون رو برانگیخته میکنه. چجوری این نوع احساس و فکر کردن داره رفتار اونها رو تعیین میکنه و بعد این رفتارشون چجوری تاثیر میگذاره در مقابل آدم های دیگه. یعنی یک پدر مادر ممکنه متوجه نیستن که رفتاری که تو خونه دارن انجام میدن، حتی با هم دیگه، حتی پدر زن و شوهر با هم یا با فرزندان دیگه شون، چجوری تاثیر داره روی بقیه فرزندان و بعد متوجه نیستن که این تاثیر نسل به نسل داره میگذره و بعد کسی که از اون خانواده داره میاد و اون اعتیاد رو داره انتخاب میکنه باز متوجه نیستش که من وقتی که شروع میکنم یک مادی رو استفاده کردن و بعد بهش معتاد میشم تاثیر این رفتارهای من چیه. یک نفر فکر میکنه بدن منه، با خودم دارم این کار انجام میدم، به کسی چه؟ ولی میبینیم که اون لحظه که شما در صورت توی یک فضای حباب که زندگی نمیکنین، شما هر بلایی که بس خودت داری در میاری به چهار نفر دیگه هم داری تقریبا اون تاثیرها رو میذاری. وقتی که نگاه میکنیم به اینی که کجا هست که این تفکیک هست و دلیلی که تفکیکش رو بدونیم، اینی که اون وقت کدومش رو میتونیم در شرایط مختلف تغییر بدیم. آیا فکر که ناسالمه که باید تغییر پیدا کنه؟ آیا احساسه که ناسالمه الان باید مثلا با یک شرایطی تغییر پیدا بکنه؟ آیا نه اینا خوبن، رفتار منه که باید نوع دیگه این رفتار رو استفاده بکنم برای جایگاهی که الان هست؟ و همه اینها رو بعضی موقع از تأثیره متوجه میشیم که تأثیره رو نگاه میکنیم میبینیم اه اه این چی شد، من خوشم نیومد از این اتفاقی که افتاد. ولی اکثرا وقتی ما این تأثیر رو در خارج از خودمون میبینیم، این نتیجه رو میبینیم، میگیم خب حتما تقصیر بقیه است دیگه. ولی اگر نگاه بکنم که خب من هم چجوری تأثیرگذار بودم در این نتیجه، و نمیگم که هر اتفاقی که میفته خب پس من مقصرم، ولی من چجوری تاثیرگذار بودم، چجوری این فضایی که به وجود اومده رو حتی اگه منم به وجودش نبودم برداشتی ازش کردم، یا از اون به بعد دارم حالا یک مسئله ای رو با مدل برداشت خودم از این جریان به وجود میارم و حالا دیگه تاثیر منفی میذارم. میگم مثلا تصادف ممکنه بشه جلوی من، منم اصلا کاری نداشتم، ولی حالا جوری که من با این تصادف هستم حالا میام کلی تاثیر میذارم رو خانواده‌ام، برای اینکه حالا ترسیدم یا عصبانی ام یا خشمگینم یا هر چیزی. حالا ممکنه مقصر یا تاثیرگذار نو تصادفه نبودم، ولی حتما تاثیرگذارم که حالا همه فامیلمو گرفتم. این جور چیزها رو که یواش یواش متوجه میشیم بیشتر احساس قدرت میکنیم که کجای این معماست که در حقیقت باید تکون بخوره تا یک نتایج دیگه ای رو داشته باشیم. واقعیتش سوالی که کردی دکتر جان، من فکر میکنم که کلا نگاه ماست به این چیزی که نگاه ماست به زندگی امروز، به روابط خانوادگی، ما از کجا میایم به کجا میریم، نگاه ما به زندگیه و نگاه ما به اون روابطیه که با همدیگه داریم. خیلی وقتها ما از یک زاویه اشتباه، از یک کانال اشتباه، از یک پنجره اشتباه یا یک پنجره کوچیک میخوایم یه چیز گنده تر ببینیم. ما از اون سیستم فکری خودمون و از اون چارچوب شناختمون از زندگی یه چیزی بزرگتری رو میخوایم ببینیم و بعد نمیبینیم، همه داستان رو نمیبینیم، همه داستان رو بهش متوجه نمیشیم. ما همه یاد گرفتیم راجع به خیلی چیزها، ولی موقعی که ما بچه بودیم خیلیمون یا در ایران بودیم یا تحت تاثیر تربیتی در ایران بودیم، یا برای ما پدر و مادری، محبت، حمایت، دوستی، پشتیبانی یه معناهای دیگری داشته. امروز باید ببینیم که معنای این داستانا چه، کمک بودن برای دیگران، عاشقی، عشق، محبت، همه این داستانا باید ببینیم که امروزه معناش چیه. من همه بیشتر عمرم دکتر جون فکر میکردم عاشقی یعنی من خودم رو فدای یک کسی بکنم، بعدن یاد گرفتم که اسمو بیماریه، مثل عاشقی نیست. این که من اگر با خودم عاشقانه، نه به صورت خود شیفتگی، من اگه برای خودم کار درست نکنم، مواظب خودم نباشم، هرگز نمیتونم به دیگران کمک بکنم، کنارشون باشم. یه درس هایی رو آدم یاد میگیره، اول از همه این که واقعا امروز ببینیم که اون چیزی که من از فداکاری، زناشویی، از همه این چیزهایی که هست و ما رو به عنوان یه انسان، امروز معنای اینا چی، امروز چه کسی عاشقه
درسته. امروز چه کسی پدر و مادر خوب یعنی چی؟ قدیما من یادم میگفتن بابا این آمریکایی‌ها خیلی آدم های بی احساس و پسرشون که 18 سالشون میشه میندازنشو بره و خیلی آدم های بس. بعد امروز نگاه میکنم میبینم خب تو خیلی از زمینه ها لاغر اینجا در امریکا خب درستر از ما عمل میکنن، به بچهشون یاد میدن، کمک میکنن، همه این حرفا. و یکی از آدم های خیلی چند وقتی پیش فرض کنید تاریخ زندگی آدم خیلی خیلی پولدار رو نشون میداد که سه چهار تا بچه داشت و بچه های اینا دوران دانشگاه، این آدم یه کسیه که مثلا سرمایه بیلیونی داره، بچه هاش در دوران دانشگاه همه با یه هم‌اتاقی زندگی میکرد، در محیط دانشگاه زندگی میکرد، همه با اتوبوس رفت آمد میکردن و بچه هاش اینطوری بزرگ شدن. حالا ما ایرانی ها فکر میکنیم اگه من وضع مالیم خوبه از همون اول بچه من باید جور دیگری بزرگ بشه یا در اختیارش میذاریم، شاید چون در اختیار ما نذاشتن. و میبینیم که نه، من درسته مثل پدرم خصیصی نکردم ولی من انقدر به بچم دادم که لطمش بیشتر بوده از لطمه که پدر من به من زده. بدونیم که بچه چجوری بزرگ کنیم، چی بدیم چی ندیم، کجا بگیم نه کجا بگیم آره، حد و حدودمون رو با فرزندانمون مشخص. شما وقتی نگاه میکنی میبینی خیلی از مادرای خوب عاشق مهربان از خود گذشته تا با آدم بچه 35 سالشون 40 سالشون هنوز اینا با هم زندگی میکنن، هنوز بدون هم تصمیم نمیگیرن، هنوز نمیشه مادر فرض کن که پسرش وقتی زن میگیره هنوز به پسرش میخواد بگه چیکار بکن چیکار نکن. این امروزه اینها دیگه کار نمیکنه. امروز بچه رو ما داریم بچه رو برای خود بچه بزرگ میکنم، نه بچه ما. من مثالم همیشه اینه که من چه میدونم جوان که بودم، من 30 سالم هم بود، مدرک داشتم، کار میکردم، برای خودم به من میگفتن پسر یحیی خان. 30 سال فامیل من مهم بود. در ایران اسم فامیل آدم ها مهمتر بود، اینجا اسم کوچیک آدم ها مهمتره. امروز اینجا فرده که مهمه. بچه هامون رو اجازه بدیم برای خودشون بزرگ بشن، بچه ها رو بهشون ماهیگیری یاد بدیم نه ماهی بدیم به بچه. من فکر میکنم بزرگترین چیزی که ما نیاز داریم اینه که دیدمون رو به این مسائل درست بکنیم، میزون بکنیم. امروز دنیا پدر مادر خوب یعنی چی؟ پدر مادر خوب کیان؟ پدر مادر این که هرچی بچه خواست میدن، پدر مادر خوب پدر مادری این که به بچه هی میشینن روزی یک ساعت نصیحت میکنن، نمیدونم پدر مادر خوب پدر مادری این که آنچنان کنترل میکنن بچه رو که نتونه نفس بکشه، پدر مادر خوب پدر مادری این که بچه رو حتما میفرسن یا پزشک بشه یا وکیل بشه یا مهندس بشه. پدر مادر خوب کیه؟ اینا همه یه سری سوال. وقتی بشینیم با 10 نفر صحبت بکنیم میبینیم احتمالاً 10 تا نظر مختلف هست. من فکر میکنم واقعا اون چیزی که امروز باید نیاز دارن خانواده ها این که ببینن امروز عشق چجوریه، چجوری عاشق کسی بودن یعنی چی، نگهداری و مواظبت یعنی چی. آدم های خوب معمولا همسرهای خوبی نیستن، آدم های مهربون که به همه میرسن و هوای همدیگر دارن یه دفعه میبینی که همسرهاشون ازشون ناراحتن. چرا؟ فرض کن مثلا من یه آدم خیلی خوب و مهربونم، به همه میرسم، به خودم خب کمتر میرسم، فکر خودم رو نمیکنم، یکی هم که میاد با من نزدیک میشه شریک زندگی من میشه میاد کنار، من چون خودم رو نمیبینم اونم نمیبینم، چون اونم اومده پیش من. این بعد فوری میبینی این آدم ها میگن که ببین برای همه دنیا خوبه ولی اصلا یادش میره منو. میگم نه، تو چون نزدیکی تو هم مثل خودش باش رفتار میکنه و نمیبینه که من. خب اینا رو باید درست کنیم، اینا رو باید ببینیم که عاشق بودن و دوست داشتن کافی نیست، تبادل این عشق و محبته که مهمه. من حالا بشینم اینجا ببین این مسئله ما رو در مسائل سیاسی هم خیلی گرفتار کرد. هر کی فکر میکنه که ایران دوست داره فکر میکنه بقیه دشمنه. نه، ما میتونیم 2-3 عقیده مختلف داشته باشیم، هممون هم ایران دوست داشته باشیم. هر کی مثل من فکر نمیکنه دلیل نداره دشمن ایران. یه ذره این ماها رو از هم جدا، چون عشق و علاقه فهم کن من چون عاشقم
بهتر میدونم. به خدا اینطوری نیست. فکرم نگرانی هم خیلی از پدر مادرها میبینم که نگرانی خودشون رو علامت عشقشون میبینن، یعنی که اگر من نگران تو هم و دائم حواسم به توه و دارم دنبال تو میکنم و میخوام هی به نصیحت بکنم، پس الزامن عشقه. خب وقتی که نگاه میکنین عشق بر کنارش هم پذیرش میاد، یعنی یکی اینی که من میل داشته باشم، اینترستد باشم که ببینم تو کی هستی، نه اینی که از دیدگاه خودم فقط یک وسیله هستی که من دارم به تو عشق می‌ورزم، مدلی که دلم میخواد، بلکه تو موجودی هستی که من اصلا باید دلم میخواد تو رو بشناسم و ببینم چه چیزهایی برای تو مهمه، چه قدرت‌هایی تو داری، چه شاید ضعف‌های و وانربیلیتی‌هایی تو داری که من باید در اونجا حضور داشته باشم بهش، چه چیزهایی، چه جوری تو ممکنه که کمک احتیاج داری، نه اونجوری که من قراره که کمک رو به تو حلقومت بکنم و به زور بهت بدم. اگر که مثلا کار من اینه که برای تو جایگاهی رو به وجود بیارم که روش بکنی، خب شاید روش کردنه معنایی نیستش که من با باتوم هی بزنم تو سر تو و بهت بگم خوب نیستی، چرا این کارو نمی‌کنی و خولت بدم. من فکر کنم اینجا خیلی موقع‌ها حال و هوایی که ماها داریم نسبت به اینی که عشق رو چه مینامیم و محبت رو چه مینامیم و فرزند پروری رو چه مینامیم، یکمی ممکنه که وصل میشه به تشویش و استراب خودمون یا نیاز به کنترل کردن، نیاز به اینی که یک ایده‌ای داشته باشیم که بچه هامون دقیقاً در یک قالب به خصوصی باشن که من دارم میگم باید باشن، میدونین هم چجوری بزرگ باشن، چه حرفه‌ای بگیرن، چه همسری رو بگیرن، کجا زندگی بکنن، بچه هاشون چجوری باشه، یعنی یک مسیری رو من برای خودم به وجود میارم و میگم اگر که من بچه هام رو در اون برای مسیری که من انتخاب کردم ببرم جلو، پس این عشق منه، وظیفه منه و من در اون راستا باید کار بکنم، در حالی که خود اون شخص مهمه که نگاه بکنیم که شخصیتش، توانایی‌هاش، تمپرمنتش، علائقش، اونها چیه و اونجوری که اون احتیاج داره کمک بکنیم و بره جلو. و در این شرایط میبینیم وقتی که چه فرزندی رو داره اون شخص بزرگ میکنه، فرزندم خودش یواش یواش interested میشه، curious، میل به این پیدا میکنه که ببینه من کی هستم و به خودش وصل میشه، و یا اینه که از خودش اون فضا رو قطع میکنه و در تشویش و استرابه که هی من باید یکی دیگر رو ازش نگهداری بکنم که مادر پدرم و از اونها تاییدیه بگیرم، توی اون تشویش و استراب غرق میشن و بعد به خاطر غرق شدن تو اون تشویش و استراب اولین باری که یک ماده رو استفاده میکنن و اون تشویش و استراب رو خاموش میکنه، تازه فکر میکنن من به خودم وصل شدم. و واسه همینه که اون مهم میشه. و بعد وقتی که حالا فرزندشون میاد توی جایی و داره اینا رو رها میکنه، باز دوباره همون رفتارها تشویش و استراب اون شخص رو بالا میبره. خاطر همین نگاه کردن به اینه که من چطور دارم ارتباط برقرار میکنم با اطرافیانم و با فرزندم که بتونم فضای امنیت رو به وجود بیارم. میدونی عشق میتونه فضای امنیت و پذیرش و مهر و احترام هم در کنار عشق میاد و اونجاست که ما در حقیقت یک رابطه رو رابطه عاشقانه میتونیم بنامیم. دکتر وقتمون به اتمام رسیده، من خوشحالم که عزیزان با ما هستن، دوست داریم که ازتون بشنویم، اگر مباحثی هست در زندگیتون که دوست دارین سوال بکنین، و مرسی از اینی که سوالای خودتون رو میفرستین با مدل های مختلف، و اگر مایلید برای من بفرستیم توی fujan.com fujan.com و یا تارنمای دکتر فوجان زین که با هر کدوم از اونها میتونین شبکه های اجتماعی با من در تماس باشید. دکتر شمسیان برای شما. جان منم هستم در شبکه های اجتماعی رج شمسیان، من حتما میتونین پیدا بکنین. خیلی خیلی خوشحال میشم که ازتون بشنوم. واقعا ممنونم از این فرصتی که داریم و با هم گفتگو میکنیم. همیشه از شما یاد میگیرم. دوستان عزیزم تا هفته آینده، روز و شبتون خوش.